های به هایتون، انقدر گفتید که زیبا لایو نذاشتی، لایو نذاشتی. گفتم بابا بیام، یه دیدم که آذر گفت زیبا بریم یه پازی بدیم به خودمون، رفت صرفا رو شست تو اون اتاقه. اینجا اتاق خونه آذره، ببینیم براتون نشون بدم. من اینجا نشستم تا شبم اینجا هستم، اینم اتاقشه، منم اینجا خوابیدم، اینم گلاشه، اینم گزایی که من آوردم، گزایی که از ایران اومد. خب گفتم که رفتیم یه پازی بدیم. این دفعه آذر خواسته که لایف نباشه. البته من دو تا گزینه براش گذاشته بودم. گزینه اول این بود که اگه من تو رو دعوتت کنم برای رستوران و اینا لایو و عکس اینا باشه. گزینه دوم تو منو دعوت میکنی، خب بدون لایو و اینا. گزینه دوم انتخاب کرد، نینا و نسیمم دیروز هتل بودن. بعدش نینا خب خیلی خوشحال بود که از اینکه به هر حال میگفت وجود من باعث شد، حالا به هر حال وجودش هم در واقع باعث هم شد. به هر حال نینا رفت به ایسلند و نسیمم احتمالا برگشته به خونهشون. آذرم که گفته بود که من برام دیگه با نسیم بودن یه ذره زیاده، و نسیمم گفته بود نسیم تو برو، حالا اونجور که حالا خودش میاد حرفاشو میزن. خلاصه همه اینا دست به دست هم میدن. و بعد وقتی هم که آذر گزینه دوم انتخاب میکنه و میگه که زیبا بیا اینجا، نهارم بعدا تو لایو دیروز هم میگه من برای نهار دعوتت کردم، بشینیم اینجا صحبت کنیم، حرفامونو بزنیم. خیلی جالب بود اومدن من. اولش حسم اول اومده بودم در مقابل پیامش بنویسم که با کمال میل، بعد دیدم که خیلی هم با کمال میل نیست. حسم رو به مثبته، ولی خیلی این که وای با عشق و شور و حال میخوام برم نیست. ولی گفتم دعوتت رو میپذیرم. حالا بعد اومدم تو مسیر داشتم با خودم فکر میکردم که آیا بغلش میکنم یا نمیکنم، بعد دیدم اصلا حس من جواب نمیده. بعد گفتم ولش کن، چرا از الان تا نرسیدی به خونهش داری فکر میکنی؟ بذار بدن خودت خودش تصمیم بگیره که اصلا بغلش میکنه چیه. اینو واقعا بگم که انتظار داشتم، انتظار من های لایف گذاشتی؟ آره لایف گذاشتی. نخواستم اینو بذاری؟ بیا بزن. خب دیگه چیز شد دیگه؟ بده بزن. به لباس منم میخوره. بیا حالا ببند اینجا. انقدر بچه ها یه تصویری من دارم ازش. اینو بزن. از زیر. از اینجا. بزن دیگه. از اینجا. مدل مال من. مدل مالی. ما این مدل آذر بیا پیشمون می نویسه. خیلی بچه ها یه چیزی بهتون بگم، الان داشتم به نرگس و فاطمه که داشتم حرف می زدم گفتم یه حالا بزن عذاب همه رو بهتون میگم. خوشش نایمد. زیبا لباسات قشنگ، این همونیه که فرشته گفت زیبا میادی، همینم خوبه. اما من بیا میخوای این نه یه کمی باید بیا آره همه چی آروم
آروم بازم شد دست دلم شد. خوبه؟ تقریبا قبول کن که بچه ست شد، خیلی قشنگ شد، یکی نمی شبیه کولیا شدی. من اون یکی رو که دیدم که گفت خوشگل چیز. خب مهم این بود که اومد اینو نشون داد. بچه ها یه چیزی رو بگم که میخواد بشینی، میخواد یه چیزی هم بندازی تا بزنیم بگم. من تو راه میمدم با خودم گفتم که تو ذهنم گذشت که آذر در رو باز میکنه ولی خودش نمیاد جلو. این از ذهن خودم گذشته بود و دقیقا این انتظار رو داشتم. از اون برم به خودم گفتم زیبا بغلش میکنه یا نمیکنه. دیدم بدن من گفت زیاد حرف نزن. بدن من گفت تو برای من تصمیم نگیر، من خودم میدونم. بدن من هم یه فوزیه از فوزیه بدتره. خودش میگه خودم تصمیم میگیرم به جاش. مثلا من نمیتونم به یکی بگم، اگه یکی به من بگه ببوس منو، خیلی من عصبانی میشم، میگم یعنی چی ببوس منو؟ من لبم خودش میدونه کجا کیو ببوسه، چیکار بکنه فلان. بدن منم همینطور. بعد با خودم گفتم رها کن بدن تو تا برسی به اونجا. وقتی اومدم بعد درو که زدم از اون پله که داشتم میمدم بالا، یه دفعه با یه روی خوش با یه حالتی اومد دستاش اینجوری گرفت منو بغل کرد. راستش کار منو راحت کرد. اصلا من فهمیدم که همون جایی که بدنم گفته بود بذار خودش پیش بیاد، خیلی خوشم اومد. منم بغلش کردم و گفتم چه جالب. گفت انتظار نداشتی؟ راستش انتظار نداشتم، فکر کردم درو باز کنه بذاره اون بر. بعد اومدم، بعد نکته جالبی که در رابطه با آذر دیدم اینه که بسیار یک سال شد هم دیگر رو ندیدیم. حالا نمیدونم یه حرفش ما پنج ماه چقدر پس برای من زیاد شده. بعد میگه از بزرگی آذر و رفتار خوبشه. به هر حال ماریا اتفاقا درباره بچه ها یه چیزایی نشون بدم بهتون. اینا رو گذاشتیم اینجا، من اینا رو گذاشتم اینجا یه چیز نشون بدم بهتون، نگاه کنه. اینا رو گذاشتم اینجا هر کدومش، گفتم من اون 50 سنت رو اینجوری بذاریم تا امشب یادمون نره تکلیفش روشن. چی نمیاد؟ میخواستم یه چیزی پیدا کنم بندازم. نمیخواست پیدا کنه گردن من بندازم. نتونستی؟ میخوای اینو بندازم گردن؟ آخه این خود شبیه کلیه شده. میخواستم از این مشتارم که اینجا آویزونه دیگه بندازه قرمز که بیشتر شبیه کلیه بشه. اون پرش هم یه بده زیر. میگن لباست قشن، لباسم از فرشته است دیگه، فرشته آورده بود برای سیما. این شکلات هم به این میخوره، آوردم گذاشتم برای سیما. آره نه آره مارسی با کلاس یه ذره باشیم مارسی. برای لباس هم فرشته آورده بود برای سیما. ما انقدر که لباس های تنگ و تنگ تن من بود، منم که راحت طلب، اینا رو گفته بود. سیما گفته بود این بهت میاد اون بهت میاد. وقتی رسیدم خونه محسن گفتم فقط من از این لباس ها. خوبه که سیما در چیز فرشته برای من یه لباس های نخی آورده بود، اونای دیگه همه نازیلا یه دونه لباس و باز نخی راحت، اینم آورده بود برای سیما. سیما هم اونجا برگشت گفتش همینو بپوش حالا فعلا. منم سریع پوشیدم و ما هم که دیگه پوشیدیم و دیگه اومد. مرسی. اجازه هست مثل اون اوائل فوزی دست و پات دست و پاش، ولی شلوارکش خیلی بچه پاش خیلی خوشگل. آها اینو میخوام بگم،
اومدم یه آسشترالون، حالا آلمانی میگن آسشترالون، یه حالهی که من از چیز دیدم یه حالهی جوانتر بود. اون اوایل که مثلا من با آذر آشنا شده بودم، مثلا یه خانم موسن، یه خانم سن بالا که خب داریم، مثلا یه خانم اینجوری تو ذهنم بود. دقیقاً برخلاف این تصویری که حالا رفت اونجا، تصویر اولیه که من ابتدا اولین بار داشتم با این فاصله که اولین بار داشتم، بعد گفتم چقدر جوانتر شده، چقدر مثلا پاهاش برای من یه ذره حالا الان میگید که زیبا هیزه، ولی خب من نگاه کردم گفتم چقدر پاهاش خوشگله، بعد شلوارکش، تیپش اصلا یه تیپ اسپورت خیلی خوب، بعد نوع برخوردش خیلی قاطع، نه اینجوری اونجوری. این اشاره کنم من اینو قبلا پوشیده بودم، متوجه نشدم بپوشم تا اینجا بپوشم. اینو قبلا پوشیده بودم. خب بعد دیگه اینا پوشیده بودم قبلا توجه. خب چه چشم بصیرت نه جدی می بچه واقعا اینو میگم، من دیدگاه ها خب خیلی جالب. بعد جوانسازی، پیکر تراشی و اینجور چیزا روانیه. اصلا از دیروز تو غذا قبلا این نخوردی، اینو خوردی، بعد میمدم مثلا احساس میکردم استرسی تو غذا پختن هستش که گفتم نهارو یکم، گفت هر وقت خواستیم. قشنگ تعدیگم یه ذره سوزوندیم، حالا داشتیم حرف میزدیم تعدیگه رو در واقع، منم گفتم که ما که تخصصمون در سوزوندن تعدیگه دیگه، هرچی از من میپرسه تخصصه چیه میگم تخصصم در سوزوندن تعدیگه. ولی خب بعد که گفتم وای بوی تعدیگه اومد، خب حالا انقدر که گرم صحبت بودیم، خوشبختانه خیلی نسوخته بود همه تعدیگم، تقریبا فکر کنم من خوردم. یعنی اگر اون یک، من پنج برابر اون غذا خوردم. خوشبختانه لایف نذاشتیم وگرنه پدر منو در می آوردید. یعنی انقدر این کم غذا و فلان یعنی چیزا، من دیگه بقیه، حالا بقیه شو دارم میخوام امروز گفتم همونا هم بخونم. از نظر صحبتهایی هم که کردیم یه فضای آرومی تو صحبت بود، یه فضایی که اصلا تنش توش نبود. یکی گفت چیز شدی؟ چه میگم؟ کولی شدی. بیا تکمیلش کنم. ما رو اینجا عروس کولی میکنه. بیا بشیم در بیاریم. بلده. چه خوشگی. این پشتش گم کرده. مهم نیست. حالا این مگه پیده میشه؟ خب اینش کار نما یه مدلی میزنی. خب همون یه دونه بسته زید. خب پشتش چه؟ یکیش گم شد. اون مهم نیست. این میافته. بده من. خب حالا. بده من اینجوری بده. میافته. دختر کلی. چقدر قشنگه. دختره. مرسی از اون کسی که ما رو شبیه کلیا کرد و ما چقدر اینجوری. یه عکسم بگیرم. ای وای اینه. کلی بالا دا بلده بنداز. آها سرکن این پختره یا اون نمیدونم، من نمیدونم. ببین اینا دیگه میان منو اونفالو میکنن. آخه یکی گفت شکل کلیه شدی زیبا، خیلی باحال زیبا، سیما بینا شدی. راست میگه سیما بینا شدم منو. سیما بینا سفیدم داره، لباست هم سفید داره، رگه منو ننداز آقایی. نه تو نمینداز ای باشه بزن من از دور شالتی شالم فیلم کومیدیش
زیبا باز سوتیان نزدی که سوتیان ما یه مدت ببین اگه میخوای من سوتیان بزنی بگید که 40 میلیون دیگه دوباره 45 نه 40 میلیون نه 50 70 80 میلیون دیگه راهله بس این خیر خواهشن اینو باز کنم واقعا دیگه خیلی دارم خفه میشم آره خفه میشه اجازه بده بیا اینو بیا در بیار خودت فالگیر شدی راست میگه برون کارتارم بیار من برای فالاشونو ببینم وای چقدر با سلیقه آذرجان خواهش میکنم اینو تشویق نکنید بذارید در بیارم الان گردن بند قبل گردن بند بچه دیگه بس این یکی چیه باور کن خدا همه خیلی خوش نه آره اینجوری اینجوری خیلی شیکه دیگه خیلی کولی آره دیگه این اینم دستم نگه میدارم فال بگیرم باهاتون اینا این از همون کارهای بیژن اینا ره خب مثل جادوگراش جادوگر بودم دیگه من عاشق دو تاتونم آم بیا این فال گیرم هم کردی من که باور کن اصلا از این چیزا بلد نیستم اینا چی هم؟ میگن آس بذاریم اینه نه نه یه دونه شنی یه دونه ایه فرمین هم میدونم من کوچیک بودم نه منم فکر میکنم یه چیزایی میگن تک میگن نه خودت گفتی این اینا بس این چیه این آها اینا اینه آها یکی دیگه هم داره که ببینم کدومش آها نه اون خوشگله ولی این پشتی این کو اینا چه جالب اینا از کجا داری اینا از ایران اینا هم برای فروشه اینم دیده اگه میخوای آره میخرم میفروشیم باشه میخرم بخرم اینم مال چیزه سیما آورد از طرف ماریا دیدی آره قشنگی خیلی قشنگ آره از طرف ماریا آره قشنگ ماریا داده بود به سیما ولی به سیما دستش تنگ بود ولی خیلی هم قشنگه که آره خیلی قشنگه خیلی دیگه الان با این لباس سه تا سال بسته دیگه جادوگر شدی انگوشتر کنی به نمیخوره پس یه انگوشتر با الان میره یه انگوشتر دیگه در بیار زندگی با آذر جریان داره چه بیا الان بیا بیا خیر مثلا ببین این چطوره این خیلی خوبه هر چی تو بدی خوبه نه ما هر چی خوبه میخوام سفت بشیم زشته دستبنده اتفاقا خیلی خوش گره یه انگوشتر قرمز داشتم خب بچه ها سوالات وای چقدر زیبا شدی وای بابا این چوریه دیگه زیبا اینو بعدا بگردم پیدا کنم این اینو پیدا بیا پیدا شد بیا چه خوبه بیا پیدا شد آها پشت خب من اوناشو نمیذارم خیلی خوب آذر بیا ببینیمت امروز بچه ها پاهاشو دیدید بس فوکوس روی پاهاش باشه زیبای بانم ایان روژتو بده خیلی قرمز بزن خیلی بابا دیگه بچه بزر قرمز کار دست من دادی خب باشه الان میام من تل اسم جنرم خب چقدر میره رابون الان میام خب بعدش اینه که بهتون بگم خیلی گنده موان اینجا لایو هرچی ببینم شب میبینه بعدم میاد مثل فوزیه میگه اینجا قرمز مانه یه در 20 سال پیش آمینه مسئول باشی ای وای زدم عوضی این و اون آینه رو چقدر میاد اه بده اون آینه یه آینه داشتی اینجا چی شده رفتی این وری لبه کج شد بذارین لاین آینه بیاره وگرنه میزنم کج و کله اینوری آها مرسی خب دیگه کله اندر کله آ چه خوشگله من خیلی من بگم نورینا نبودن اینجا در 12 سال بچه هایی هستن که یه لحظه ایش روش میزنم ها آذر افغان باش ارتباط داره اون چه چیزای خوشگل داره کلی حتما هدیه به اداد آره به من؟ آره نه من چقدر هدیه هاشو مسخره کردم آذر افغان؟ بله آذر افغان به من این دفعه سه روزی که رفتی خونهشو میگم این گلدونه رو داده حسودی ها ببین الان سر کنم کیا ورد بیا خودشون ای وای بعد آندریاس رو ما ندیدیم اینو بگیریم اینجا اینو نشون بدیم عامل حسودی رو
آذر افغان. آی 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 این گلدونه به خیلی گرونه های اینا خیلی گرونه. زیرشو برای بدم برای اینجا بزرگ باید یه گلدون بگیرم. ولی اینا خیلی این گلدون اینم داد بیا خسرو درگز نیاسود اینه دیگه. آذر افغان کلی چیزه کلی هدایا میداد. یه مدت من مسخره کردم اینجوری شد مسخره هاش نکن. خب اینو بزنم خب برو به پاسدارا. آها باشه حالا بزن پاسدارا بیان بعدا دیگه. یعنی من تیپ کلیه رو خوشم میاد. کلیه رو خوشش میاد. آره چه خیلی راحت. زیبا چه لبهای قشنگی داره. موهات رنگ کن. نه فعلا نمیخوام. بابا جان فعلا ننده بزنی. من خیلی راحت طلبم. آخه خب بچه ببینم که از بچه های وحید. وحید اومد. بیا هر کاری کن. خب ببینیم که وحید میخواست بیاد کجاست. مینا دریا خیلی اول بچه های چرا قطع شده یه لحظه ریکانکتینگ شد. خب بیایم اینجا آنتیک قیمتی تو بده به من. این مال ماریاست. ماریا گفته که این اینو هر وقت خواسته به کسی بدی اول باید به خودم بدی. اینم از این. وحید اومده بود تقاضا داده بود بعد مثل که رفته. بگید که به وحید که بیاد. خب من گفتم انتظار دارم رفت. زیبا خیلی پیر شدی بابا جان. ما اصلا لحظه به لحظه پیر مغانیم. ما پیر مغان پیر شدن. من پیر بشم میدونید یعنی چی؟ یعنی که پیری یک امتیاز بزرگه. آه نرگس نداره. خب دیگه قرمز بپوشم میشه. بچه یه لباس دیگه پوشیده بودم این دیروز لایو دیگر رو. چرا دیگه الان خوبه دیگه ها؟ قشنگ. نه این قشنگ آره. با این نمیدونم مثلا کنتراست خیلی خوبی شده. اصلا لایو آها قط میشه. خودت قط میشی؟ من که هستم نه؟ یا چیه؟ بچه ها من هستم. ببین الان لایو ما رو ببین. آره ببین الان لایو چه جوریه ما رو ببین. به صداشو چیز کن. آره میگه قطع میشه. زیبا چرا وحید وابسته سیما خونه شده؟ خب دیگه خیلی هم منم برم اونجا وابسته میشم نمیام بیرون. آره خب باید دید دیگه از حالا بذارید ببین. خب درست شد. بچه ها میگن درست شد. آره آذر نگاه ببین نگاه کن. صداشو فقط کم کنی. آره بیا کامنت ها رو بخون. این داره تموم میشه چیزش. چیش؟ درست شد. بچه ها میگن درست شد. خب بذاریم ببینیم چقدر از لایو گذشته. خب بذاریم من همینطور یه لایو کوتاه خواستم بذارم پاسخ به سوالات. خب تیکه انداخت به وحید. نه بابا گفتم کن نمیدونم چی گفتم. من میتونم اسپونتانیس یه حرفی زدم. یکی پیام داده که زیبا اونو کمش کن خودتو مزحکه آدم رو نکن. من نمیدونم منظورش این که ما داریم واقعا لذت میبریم این که تو این لباس رو پوشیدی اینشانه. آره تو اومد اینجا اینو بستی فلان این چرا یه جوری خوشگل شدی و حالا همون تیپ کلیا هم انگار آدم من لذت بردم و بعد میگه خودتون مضحکه. منظورش حالا هر کاری گفتش. بچه ها یه چیز بگم تو آذر با احمد در ارتباطه و به احمد رو دعوت کرده بودی؟ دیروز احمد رو دعوت کرده بود. احمد بهش میگه من مهمانم. رابطه دارن دیگه. با احمد ارتباطش هست با چی؟ آره اون نداره. حالا اومد عاشق کامنت اومد. بش قرمز بزنه خودم یک جفت گوشواره طلا از ایران میفرستم. خب گوشواره حالا بزنه من قبل وقت بودم تهران
داره میانه صداشو بشنه، داره کامنت ها رو جواب میده. آذر میخواید من تو رو بیارم ات بالا؟ اصلا حرف از اتاق بالا فعلا نمیخواد. نمیخواد فعلا، میخواد کامنت ها رو بخونه، صداشو میشنوید کافیه. بش بگو. نه اینکه مضحکه، اون مضحکه رو ول کن، رفت خیلی بالا. دقیقاً. آره ول کن. خب اتفاقا عشقی، چشمت داره چپ میشه، اصلا همه چیز من چپه، چشمم، لبم، خودم، همه چی، ما چپالو چپولو هستیم. آذر جان بیا نگاهت کنیم. آره آذر جان بیا. خب میاد میاد میاد. حالا از حسادتشون آذر جون بهت دارم. اون داره میخونه دیگه، خودش داره میخونه کم کامنت ها رو. هر موقع کامنتی به نظرش جالب بود خواسته جواب بدی جواب بده. خب میگه بیا ترکیه مهمان نوازم. اتفاقا داره برنامه ریزی میکنه برای ترکیه. دیروزم گفتش که حالا به هر حال دیگه، حالا سیما که رابطهش رو باهاش داشت و حالا از ایسلند، ایسلند دیگه درسته آه. میگم ایسلند چقدر براشون جالب بوده، چقدر بهشون خوش گذشته، چقدر مسافرت پرباری براشون بوده، اصلا گفت یه کشور خیلی جالبی براشون بوده، خیلی خوبه. آذر اشتباه کردی، آشتی کردی. خب باشه، شاید باز قهر کنیم شما خوشحال بشید. خیلی بیا کانادا در خدمتم. به آذر باشه، خوشگل و ماه شدی، خوشگل و ماه کردن دیگه. خب باش. خب اینم از این. بذار ببینیم که آها وحید رو دوباره ببینیم که کانکت شده. زیبا توجه نکن، چه خوبه که باز با هم ارتباط برقرار کرد. آره خیلی خوبه. خب اگه واقعا یه چیزایی میگی اعتقاد داری همینجا لخ شو. حالا یه کسی به من این پیامو داده که خودش اصلا عکسم نداره. شما یه دونه اجازه نامه رسمی از اینستاگرام بیار که من اگه لخ شدم پیج منو نمیبنده، اخطار نمیده، من اینجا لخ میشم، با کمال میل لخ میشم. لختی هم از جزی از وجود ماست که فقط ما رو نمیذارن لخ بشیم، وگر نمیشیم. خب خب این هم از این. نرگس هم ببینیم، نرگس چجوری. نرگس و سحر رفتن خونه فاطمه، خیلی جالب بود. الان باش صحبت کردم چقدر دور همیتون جالب بود. محمود که همسرش بود اصلا دفعه پیش نیومده بود، رفته بود تو اتاق، این دفعه اومده با بچه ها خیلی صمیمی شده. با احسانم حرف زدم، خیلی خوب بود پسرش اینا. خلاصه همه دارن دیگه یواش یواش ترساشون میره. زیبا جان چطوری انقدر شادی؟ با بیان احساسات. وقتی عصبانی میشم عصبانیتمو بروز میدم. خب همین یارو رو بندازش بیرون. کدومو؟ همین که به ما میگه جنده جنده. کجا؟ افکارش جنده. هر کدوم رو تو بگی. برندون نمیدونم چی چی نارنجی. برندون نارنجی معلومه که چقدر افکارش. بذار یه بار دیگه آقای محترم یا خانم محترم یه پیام بده بعد تو رو بیرونت کنم. اصلا که چی؟ برو خودت نشونه دکتر بده. خب آخ جون تا پاییز میخواد بیاد. زیبا چند سالتونه؟ 63. اون سیم ظرفشویی چی رو انگشتت؟ آه راست میگی، این هم مثل سیم ظرفشویی. راست میگه این انگشتر رو خود. آره خودم داده بودم. آره این اتفاقا بدم نیست دیگه. حالا بچه ها بابا دیزاین جدید این لیدی گاگا بود، قابلمه رو گذاشت رو سرش، تو شکم پس تو شکمش شد یه دیزاین. حالا ما هم سیم ظرفشویی رو گذاشتیم. خب اینا آره زیبا خیلی فوش میده. خب امیدوارم فوشام دیگه از نکبت و کثافت و نمیدونم اینجور چیزا یه ذره پیشرفت کنی، یه ذره فوشای درست حسابی بدیم ببینیم. همش تو میام میگم خفش و زر نزن نکبت. بابا اینا حالا اینا فوش نیست، اینا نقل نباتن.
آها کدوم بود؟ آزاده؟ کدوم آزاده است؟ بعضی به من میگن آزاده، اشتباهی میگن. آها الان داری قیمه خوری میکنی؟ آفره جزه یکم سوال خیلی خوبیه. اتفاقا امروز به آذر میگفتم آذر من هنوز قیمه خوری میکنم دیگه. آره دیدید فوزیه سری گفت نه بگو نمیام. پنا گفتم نه من میرم. حالا هر وقت شما به غذای بهتر از قیمه گذاشتید من قیمه ها رو میذارم کنار. دستات خیلی قشنگه. مینا من کلچلم نیستم. اگه عقده هات خالی میشه همجوری ادامه بده بگو اقدس کلچل ناراحت نشو. اقدس کلچل ناراحت نشو. اقدس کلچل ناراحت نشو. باشه. اولا این که خب اصلا همینا رو که شما الان دارید میگی زیبا فوزیتون که الان انقدر اینو بگید خب عادی میشه دیگه. این برگشت گفت من از کوچیکی اقدس صدا نکردن آذر صدا کردن. اقدس یه مقدار برای من گوشم آشنا نیست. حالا شما فکر کنید اقدس اسم بدیه؟ نه فکر میکنن حساسیت دارم. همه یه جو آزاده. تو همون آزاده لندنی؟ اگه ما آزاده همون لندنی بیا بالا. بیا بالا من اتفاقا دوست دارم که تو یکم صحبت بکنی. خوزا ببینم آزاده چی؟ فوزیه یه دفعه داغ ما. فوزیه اینقدر خوشش اومد. آذر خیلی خوشش اومده از فوزیه. گفت من خیلی فوزیه رو دوست دارم. براشم امروز یه وایس داده تو کانال. باش اصلا هر جور شما هر جور دوست دارید بگید. هر جور دوست دارید بگید. مثلا دیگه نمیدونم با هر شکم منو مسخره کنید، نمیدونم انگشترمو مسخره کنید، لبامو، چشم چپمو، پیریمو، چور اینا اینجورم چروکای سینمم اسکرین بگیرید بگیرید بگید زیبا پیر شدی برو ببین. باشه اینو برید بگید. آذر جون من چقدر شما رو دوست دارم. خیلی من اومدم دیدم چقدر کسا آذر رو دوست داشتم. واقعا من تازه متوجه شدم و تازه کسایی که بعد از اینکه این ارتباط رو برقرار کرد چقدر بد و بیراها باز بهش شروع شد. خیلی هم خوبی. چرا همه کامنت ها رو نمی کنید؟ کامنت ها زیادن تونتون میره بالا دیگه. کامنت های خوبم بخونید. باشه باشه بی نهایت دلتنگ آذر بودیم. باشه خوشم میاد که هر کی هرچی میگه به قول یکی به یه ورته به دم به برته به برته به چیه. بابا بیاد وحید بیاد ببینیم. وحید جون چه خوشگل شد. چه خوشگل شدی امشب. آذر یه آواز بخون. من باید تکسام با اونجا تکساتو بیا بچه آواز بخونه. بچه ها این میگه مثل دلغک ها شدی. اصلا من دلغک ها رو دوست داشتم. من کوچیک بودم اینقدر دلغک ها رو دوست داشتم. من اینقدر خوشگل شدی. آره واقعا خودم هم دارم میبینم. خیلی خیلی اصلا من دلغک ها رو هم دوست داشتم. خب بیا آزم خدا بود. نام جوانی رفت دوباره جوونیت برگشته. اون چاره چه آره. خب ناهار چی داشتید؟ ناهار من گفتم ناهار آها خیلی جالبه بگو که میخواستی که از تحچین پلو با مرغ درست کنیم. آره. ولی حالا میکنم میخواد به حرف من گوش نمیکنم. میگفتی بی تو هیچم با من بمون همیشه نباشی من میمیرم گل بی گل دون نمیشه چه اشتباهی کردم حرفاتو باور کردم چه اشتباهی کردم حرفاتو باور کردم یه روز سرد پاییز گلدون تو شکستی
مثل عروس گل پا تو گل خونه نشستی، بهار میاد دوباره بازم تو رو میارم، مثل گل زینتی تو گل خونه میکارم، بازم بگو دونت میگی با من بمون همیشه، میگی که بی تو میمیرم گل بی گل دونه میشه. هرچی خواستم پاتوه چه اشتباهی میکنه، آره من نخونم حرف تو باور میکنه، چه اشتباهی میکنه، حرف تو باور میکنه. دم 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 لا 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 لا. خب اینم برای روز هر چی خواستم پاتو نشون بدم، این بر نگشت که بر نگشت، انرژی چیز بود، هدا بود، موبایل مال هداست. بعدش خب من این فرد رو اصلا بلاکش میکنم، نه ریموف، همون که تو گفتی آره نه چرت و پرت چیز کرد، اون بلاک بشه. اگه سحر بود که یا چیز، من زیبا صدات بد نیست ولی تو نخون، من میدونستم اون بخونه، شما میگید نخونه اینجوری کرد، ولی واقعا بچه ها خیلی خوش گذشت دیروز اینجا، اصلا نشستم خیلی روان با هم بودیم، روان و روح عالی عالی عالی، همش قلب برات فلان عالی. مرسی آذر جون، چه صدای جوونی داری آذر جون، چقدر کیف کردیم، عالیه. اینا رو تون تون بخونم همه پیاما. خو آخه چه گریم گرفت، دل نشین آمده سوی چمم، ای بهار آرزو بر سرم. من بلد نیستم، ببخشیم چیزشو یادم رفت. چرا این بر نمیگرده؟ خواستم گوله رو نشون بدم نمیگرده. ای بهار آرزو بر سرم، باشه نشون بخوام بدم نمیشه، برای بر نمیگرد. نه اما خب بچه، خب مرسی مرسی بچه. من از اون آسمون آبی میخوام، من از اون شبهای مهتو میخوام، دلم از خاطره یه بعد جدا، من از اون وقتای بی تو میخوام، من از اون وقتای بی تو میخوام. تمام همین جام خوبه. بس مرسی. ببین چقدر قلب، چقدر پیام خوب، چقدر عالی. مرسی دوستان، مرسی. هی بر نگشت، این بر نگشت که بر نگشت. نمیدونم این که موبایل چرا اینجوری فیکس شده درش. خیلی خوب، سوالایی که اومدیم یه همینطوری بچه ها گفتن یه لایف بذار، لایف خیلی خوب شد. چقدر خوشگل کردی، واقعا چقدر خوشگل شدین با این روسری و با این لباس و با این لباس. انرژی فرشته و سیما آذر، انرژی ماریا، انرژی های همه در وجود من. بله اینم هست. خب آهنگ مورد علاقه منو خوندی، مرسی آذر، صدات خیلی خوبه، رو با صداش خیلی خوب. چقدر رابطه خوبی با همسر نسیم رضا برقرار کرده. رضا که اصلا خیلی برام جالب بود، گفتم که این رضا همیشه میگفتش که هر کسی از گروه زیبا
خوبه اینا از گروه رفته بودن بیرون، میتونستم بگم بابا ما تو گروه زیبا نیستیم ولی چقدر با هم رابطه خوبی داشت. عکسم گرفتید با هم خودتون؟ عکس نگیرید، نیمد تو عکس رضا اصلا اصلا نیمد. خب ولی با این حال خودش رو دیدید، ولی کل من که دیدمش میدونم که اومده خونه ما، با خونه احمد هم اومده. مرد بعدی نه خوشتیپه، دوست نداشت، انرژی همه نا، صدای آذر خیلی خوبه. خب مرسی آذر جون. خب آذر خودش رو نشون میده، حالا لایو هم میذاره. بعد نسیم هم خیلی خوب بود که تو این رابطه چه خلیل، خلیل یکی از بچه‌هایی که از مخالفین سرسخت من و چقدر پیام‌های مزخرفی هم میشه میذاشت. چه تیکه خیلی... شدی؟ تو رو میگنم. منو میگن تیکه ای کرد مرا. خب بعد این خلیل چه کار جالبی کرد، اومد نینا رو دید، با هم رابطه خیلی خوبی برقرار کردن، با نسیم رفتن گشتن و چی 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 ما نمیدونیم چی، ولی به هر حال هر چه که بوده، چون که نینا گفته بود من راز شما رو نگه میدارم و من زیبا از من این برگشت گفت نمیخوای زیبا رو بگو، زیبا از من خوشش نمیاد. گفتم خب اول که اومده بود نینا خوشم نمیومد، بعد که رفتش و انگار تمام نمیدونم، خلاصه دیدم بعدم هم نمیاد، ولی آینده خوبی من احساس میکنم بین من و نینا، آینده خوبی خواهد بود. و چقدرم آذر نینا و هلگی، چی میگه هلگی عاشق هلگی شده، خیلی این پسر چقدر درست فارسی حرف میزد بابا، میخوای واقعا بخورش، میگه باباش ایسلندیه ولی یه بچه چند ساله، چهار ساله فارسی انقدر خوب حرف میزنه، بی غلط. بعدا هم هی میگفت ما آبرو نداریم. آره خیلی بامزه بود، آره زشت آبرو، میگفت ما آبرو نداریم ایسلند، میگه که میگفتش که بچه ها میگفتن مثلا یه سری این کار زشته فلان اینها، بعد میگفت ما آبرو نداریم. خیلی جار اینم میگفت انقدر خوشم اومده بود از این بچه، ما تو ایسلند آبرو نداریم، اینجا ما آبرو نداریم. خیلی خوب منم از این بچه خوشم اومد، چون اول اومد گفت زیبا، گفتم تو منو چقدر میشناسی، گفت آره من تو رو میشناسم، اما خب کلاغ خونه منو قشنگتر از خود من دیده. خیلی خوب. خب اینم از این زیبا، تو از بچه یاد بگیر باشه چی رو بیابه، اما آبرو نداری من از هلگی یاد میگیرم. خوبه. خب حرفایست. بالاخره این در رابطه با نسیم، این خلیل، به هر حال یه مقدار من مثبت شدم بهش از این نظر که بچه ها رو دید، چون تو گروه همیشه ما میگفتیم چرا نمیری بچه ها رو ببینیم. حالا ما ببینیم که روز جمعه که من میخوام برم پیش دبورا این اتفاق میفته یا نمیفته و چه جوریه، چون هنوز تا موقعی که من نرم خونه دبورا نمیتونم باور کنم که اینها این برنامه رو، یعنی دعوت منو به طور واقعی انجام میشد. هم وحید گفتم هر کاری کردن نشد بیام. وحید نشد، اشکال نداره، مسئله نیست، منم هر چی مهم نیست، خود با خود آذر میخواد با خودش لایف آذر رو کنه. این بالا عددی که زده این چیه؟ اصلا هیچ گیره نتونستم حتی نگه عدد، کدوم عدد؟ اون بالا 1200 یا 40 چی؟ نه 1244 تعداد بچه هایی که میبینن. آها میبینن؟ آره ویو به همه میگن، علامت چشم رو میبینیم. آذر حالا چه یکی گفته زیبا با آذر همسن هستین؟ نه من سنم بیشتر از آره چیزی. آره البته سن از نظر شناسنامه ای خیلی ها سعی کردن سن منو بدونن، ولی من دوست ندارم سنم رو بدونن. آره خودش هم نمیدونه، خودم هم نمیدونم. آره. من اینجوری قبولم کنی. آره شناسنامهش آسوایز، یعنی کارت هویتش که برای ما فرستاد همسن منه، ولی خب سه سال بزرگتر هستم. یه سال بزرگتری؟ یس خب
بعدش ولی خب مسائلی در رابطه با شناسنامهش پیش اومده که خودشم براش خیلی مشخص نیست، برای همین شما همین سنو بپذیرید. چه لایو خوبی شد زیبا. آره من خودم اصلا انتظار نداشتم که لایو، ولی احساسی من خودمو خیلی جوانتر از آره من اصلا دارم میگم، من اول لایو نبوده تو اون روزا بوده در بسته بودم، گفتم اون برداشتی که من اولین بار که تو من توسط برادرت بیژن با تو آشنا شدم دیگه، تصویر من این بود که اونو میخوای سایلنتش کنند. من اون موقعم که تو اومدین من حال خواهرم سکته کرده بود آه. و حال بچه یک آها ولی کلن من اونجا انتظاری که داشتم وقتی که اومدم یک خانوم سن بالا فلان بهمان بد نیست آدم ارتباطی داشته باشه باش ببین، ولی این دفعه بعد از این فاصله که اومدم واقعا حس کردم یه کسی که روحیت اصلا اون برداشت اون حاله‌ای که به من دادی حاله خیلی، مثلا میگم بچه تو خودت گفتی این لباس رو پوشیده بودی ولی میدونی تأثیری که این لباس تأثیر من پای تو بارها دیده بودم. ولی یه مسئله دیگه هم که من اینو اشاره کنم، من تازه چند روز از ایسلند اومدم یا آیسلند و این چند روز اونجا با اون بچه با نینا مخصوصا و خیلی سفر کنین اینقدر این تاثیر من رو من گذاشت و یک علتش هم اون بچه سفر ایسلند حالا تعریف میکنه، میگه که اصلا آبشاری که اونجا بود و بعد اون چیز آب گرمی که اونجا هست، بعد میگفت اصلا اونا شوفاژ ندارن چون روی لاوا یا کوههای آتش فشانی هست که اونا هستن و بعد میگفت اصلا برای شوفاژ و برای آب گرم اینا این رادیو تارا رو دارن ولی آب گرمش از این آبای آتش فشانی فشانی که زیر هست انرژی نمیدونم گاز و نمیدونم نفت و اینا ندارم. چاله این آب گرما تمام لوله کشی شده از این آبای آتش فشان و تو خونه ها تو میدونی که یه همچین چیزی اصلا توی سر اینو آب معدن بعد شنام کردی؟ نه میرفتی تو اون آره ما قرارم بود یه جا بریم که آب گرم داشته ولی گفتم خیلی برنامه‌ای زیادی گذاشته بودم نمیشه خسته کننده بود. بچه ها انقدر بهش حال و هواش عوض کرده واقعا کاملا مشخص بوده خیلی درد خوبه کمار درد کمرش خوب شده خیلی عالی بچه ها. یه چیز نکته جالبی من در رابطه با امروز به من آذر گفت وقتی که تو کانال در عکس شکم سمیرا رو گذاشتی بعد سحر گذاشت بعد بچه های دیگه عکس شکمش رو گذاشتن سمیرا و چیز پریسا و اینا بعد ولی سیما گفت من عکس شکمم رو نمیفرستم که اولا وقت خوش گوگو یه دونه خط بزرگی از اینجا تا اینجام هست به خاطر اینکه 23 سالگی یه عمل رینگ کرده بود و فلان و آره چیزه اون سه تا سوراخش هم که بود دیگه. بعدش آذر به من گفتش و به من گفت منم میخواستم راستش عکس شکمم رو نشون بدم، گفتم خب حالا بگیرم عکس شکمم بفرستم ولی نفرستادم ولی به من نشون داد. چی بود؟ یه خط از اینجا جای عملش، عملی که سینم تا این پهلو یه خط این چنینی که بعد میگفت بعد از این عملی که انجام شد یه توضیحات من این خط رو چرا نهیده بودم؟ نشون داده بودم؟ چرا نشونم داده بودم؟ اه باور کن چی آنه؟ انگار من دارم یه جور دیگه دوباره آدم رو میشناسم خونه یا فلان یا همه چیزایی که جدی میگم آره این عکس هم که آره شکمیشه بعد گفته شاید یه موقع گرفتم اسکرین منم توی این اسکرین شکمم چیز عکس شکمم رو فرستادم که ببینید که من هم سمیرا که دیگه این چیست تو عمل کلیه بوده عمل کلیه بوده بعد از اون عملم موهاش شروع به ریزش میکنه. خب بعدش دیگه ببینیم بسته نمیشه این نمیاد بره خیلی خوب. آب تمیزی هم داره سر این بله. خب عمل صفرا کرده مگه؟ نه یه برده روی کلیه چپ هم
روش کرده بود که گفتن باید عمل کنی خطرناک. قده ای روی کلیه چپش شما. بود که بهش میگن چند سال پیش؟ سه سال پیش. بعدش این. خب حالا بچه ها به نظر بسته دیگه، نه 50 دقیقه شد، خوب بود، خوش گذشت. بلندم یه ذره اینجا بعد دیگه بریم. یه آوازی بخون. دیدین همون آوازه. ببینم این کیه. یه آوازی بخون آخرش با آواز بریم. الو سلام. سلام چطوری؟ خوبی؟ داره صحبت میکنه آواز. باشه قطع کنیم دیگه بچه ها. بریم. مرسی. تو چطوری؟ از اینجا تا بای بای. آره اینجوری شد. آره اینجوری شد.